وقتی که امروز داشتم رانندگی میکردم که بیام طرف ضبط، سرمو بالا کردم، گفتم که خدایا هزارها بار شکرت، چون نگاه کردم دیدم که دوباره شهر شلوغ شده، دوباره ماشینا دارن رانندگی میکنن، درایو میشه همه چی، نمیدونم یه جور رانندگی میکنن دیگه، حالا اشتباه نگیری، ایراد نگیری. بعد دیدم که مردم تو خیابونان، هی نگاه کردم گفتم به به خدایا هزار من. یهو چشم افتاد به مغازه دارا، دیدم چقدر نگران وایستادن دم مغازه هاشون، هی این بر اون بر نگاه میکنن. گفتم ای بابا، نشد که ما بیایم بگیم خدایا هزار مرتبه شکرت، از کرونا داریم یه ذره بهش عادت میکنیم که چجوری بایش راه بیایم، یهو این شلوغ پلوغی ها شروع میشه. کی قراره بیاین جلوی دوربین بگیم بابا از همه چی خلاص شدیم، امروز دیگه فقط خبر خوب قراره براتون بگی. سلام، انشالله که حالتون خوب باشه. خیلی خوب باری شد. اینا تو را فکر کردی چی حرف بزنی؟ نه خیلی، داشتم که درایو میکردم واقعا فکر کردم، واقعا سرم بالا کردم. شاعر شدی یا خیلی دارم احساس هم چی خیلی با احساس نه این احساس نبود، این حقیقت بود. بعد به خودم گفتم وقتی نشستم بگم علیرضا باری کلا به تو، به این دلتنگیت، اینا رو نمردش رو فکر میکردم که چطوری جلو دوربین بگم. دو هفته نبودی که وقتی نبودم یه تلفن نزدی بگی در این کرونا، در این شلوغی شهر که در منطقه من بیشتر از همه بود و میدونی که شلوغی اونجا هر که برفش بیش بامش بیشتر، یا هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر دوتاش رو میتونی بنا مال شما اینجوری شده، مال تو برعکسشه، هر که برفش بیش بامش بیشتر. شما الان داستان ولی مال ما این یکیشو میگی، هر که بامش بیش برفش بیشتر. بله. حالا داستان دو طرفش بین شماها درسته، شما به ولیزش اینا بالاخره بایدم یه یورو زده بود اونجا، ما داریم میایم برای پولتون، یعنی ما اهمیت نمیدیم که اون طرف یارو زده بودن اونجا بیچاره مرده، یارو زده بودن اون زیر we are coming for your money، دلار هم زده بود money تو ببینی ساین ببینیزم بود، دیدم اونجا بعد گفتم خب بالاخره فصلی کسی تو ببینی زندگی میکنه این چیزاش هم داره دیگه، بعد آمادگیشو داشته باشی. نه من خیلی برام جالب بود، شما دو هفته نیومدین، شدم شما برادر با جارو و این چیزا دم در واسطه که خونتون حمله نه، نکنه. نه اصلا همچی چیزی نبود، اتفاقا من میدیدم از روی بالکنی میدیدم که مردم میان و میرن و چقدر شلوغ میکنن، بعد به خودم فکر کردم که خب ما یه مقداری به این چیزا عادت داریم، من اوایل انقلاب خب ایران بودم و بعد وقتی تو تلویزیون میدیدم که این همه حمله کردن و رفتن تو مغازه ها، و وقتی نگاه میکردم دم اون جوونی که ریخته بودن تو مغازش همه رو غارت کرده بودن، میدونی یهو واقعا آدم دلش درد میگیره، فکر میکنه که شما برای اون طرفی که کشتن ناراحتین، یا ناراحتیتون چی بوده که برید غارت کنین. زنگ زدم به یکی از دوستانم گفتم که من اصلا این مسئله خوشحالم نمیکنه. خب درسته پلیسا خیلی رفتار بدی کردن، اینجا نجات پرستی هست ما میدونیم، خب این خیلی مسئله زیادی، ولی این درست نیست که برن بزنن همدیگر رو، تازه بیان بیرون همدیگر هم بزنن سر بلوز دعوام بکنن. نمیدونم شما دیدین اونو که رفته بودن یه جور غارت کردن، وقتی اومدن تازه همدیگر هم میزدن که از همدیگه بلوز هم. گفتم نمیدونم اینا برای چی دارن الان میریزن تو خیابون فایت میکنن، برای اینکه پلیسا رفتارشون بده، یا اینکه دنبال کیف و کفش مارک دارن، این چه خبره؟ ببین همیشه توی این جور مسائل همونطوری هم که آقای ترامپ گفتش، تو این مسائل یک سری هم گنگ ها قاطی این مردم بودن و قاطی مردم اومدن تا به اون اهداف خودشون برسن، برن کیف بدزدن، برن مغازه اپل نمیدونم آیپد ها رو بدزدن، نمیدونم کامپیوتر وردارن، همه این حرفا مال اون سری آدم ها بود، یعنی اون آدم ها همیشه این هستن، این برنامه ریزی رو کردن. بعد یه سری عادت ندارم، داشتم یه داستان تعریف می‌کردم، من اول باری که آمریکا اومدم 10 سالم بود فکر کنم که با مادرم اومدم برای گردش به آمریکا. بعد در اون زمان ما رسیدیم نیویورک، پرواز اول نیویورک، پیاده شدیم و نیویورک رفتیم هتل تو منهتن، هتل هیلتون منهتن موندیم.
هتل ایتون منهتن خیلی نزدیک بود به خیابون اصلی که اونجا بود، یعنی درست بغل دست خیابون پنجم بود. ما از شب ساعت 9 شب مثلا رسیدیم، به مادر گفتم بریم بگردیم. یه چند تا دوستامون با ما بودن، یه دو تا خانواده دیگه هم بودن. اینا هم گفتن نه بابا خطرناکه، آمریکاست، شب نباید رفت بیرون. گفتم نه بریم بگردیم. ما با آسانسور اومدیم پایین و رفتیم تو خیابون و شروع کردیم به حرکت کردن. یه رستورانی بود، رفتیم دم اون رستوران وایسادیم ببینیم رستوران چه غذایی داره میفروشه یا چی میده اینا. یه آمریکایی، یه سیاه‌پوست آمریکایی اومد بغل دست ماها وایساد نگاه کردن. این دوستان ما که توشون آقا مرد گنده گردن کلاف بود، خدا بیا مزدش شدن، فوت کردن، آقای وزیری و اینا، بعد اینا وایسادن بغل دست ما. این سیاهر که اینا دیدن مرد سیاه‌پوست رو، وحشت گرفته بودشون. آقا بریم، آقا این نماده بریم الان خطرناکه. ببین یکی مسئله که نه اینکه شما تو این کشور زندگی نمی کنی، این وحشت دیدن این اشخاص یا این آدم ها خودش یه ترسی به وجود میاره. کسانی که یه دوستی من دارم که از چهره های شناخته شده است، هنرمنده، الان در آمریکاست، داشتم باهاش صحبت میکردم، این ترس و وحشت رو داشت که اینجا اینجوری هستش، اینا ملت میزن، این چه مشکل چه جوریه. گفتم اینا همیشه بودن، اینا فکر نکنید اینا تازن، نه اینا همیشه همیشه هستن. ولی ما به اینا عادت کردیم، چون اگه شما به اینا کاری نداشته باشی اینا با تو کاری ندارن، مگر اینکه در جای غلط قرار بگیری. جای غلط، روز یه چیزی میگن wrong time wrong place، بله، ساعت غلط، جای غلط، اگر اونجا قرار بگیری روبرو میشی با اینها. و اینا هم طرف دنبال هیچ چیز دیگه نیست غیر از پوله، پوله رو بگیره. گاهی وقتا من یه دوتا تیر بهت میزنه به خاطر وحشتشه که این تیره رو خالی کنه، و یا به خاطر نفرتشه، یا به خاطر نفرتشه، باری کلا این دوتاست، ولی مسئله دیگه نیست. مثلا این نادر همین لباسی که الان امروز پوشیده، مثلا با همین لباس جوونونه، واقعا بدونم با همین لباس جوونونه، اگر رنگ پوستش که تیره هستش یه خود تیره تر بود، تو خیابون راه میرفت، امکان داشت یه آدمی که تازه وارد آمریکا شده باشه یه خود ازش وحشت کنه. درو نمیگم، واقعیت دارم میگم، امکان داره وحشت کنه. درو میگم؟ آره. یعنی چی؟ آخ شلوار بلوز چیز که نه دیگه، نایکی بپوشی و قیافه اینجوری، نایکی بپوشی و بری توی آسانسور، آفری، این استایل آمریکاییه. ماها با این مسئله عادت کردیم، خودمونم حالا یه سری از جوانام این لباسا رو اینجوری هر لباس میپوشن، متوجهی؟ این وجود داره. من داشتم تعریف میکردم. میدونی این حالتی که اینا انجام دادن خب خیلی بد بود، خیلی بد بود. میدونی آدم وقتی نگاه میکرد که یه پیرزنی بیاد جلوی فروشگاش وایسه بگه نریزین، بعد بگیرن یه پیرزن رو بزنن که بخوان برن تو، میدونی این من نمیدونم دیگه. ولی یه دختره وایساد جلوی مغازه‌شون و نذاش کسی بره تو. یه ایتالیاییه باحال بود، دیدی رستوران ایتالیاییه، یه رستوران ایتالیاییه، طرف اومد ایران ریخته بودن اینا، طرف اومد بیرون خیلی قشنگ با تفنگش، با تفنگ میخندیدم، فقط میخندید، ایتالیایی میخندید با تفنگ. اینا همه نگاه کردن روشون کردن اون بر رفتن. با سلامتی میخندیدم، فقط میخندید کاری رو گرد. حالا دوربین هم داره ازش میگیره ولی میخندید با توفنگش وایستاده. خب دیگه این باعث شد که این جنگ ها سر این بود که آیا همه باید اسلحه باید آزاد باشه در امریکا یا نباشه، که بله خب این فایت بود همیشه، بله. که یه عده میگفتن نباید آزاد باشه، یه عده میگفتن باید آزاد باشه. این باعث شد که همه بگن که نباید آزاد. ولی میدونی چیه، من یه چیزی بهت بگم، با یکی از دوستانمون داشتیم صحبت میکردیم، حتی با نادر عزیز داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم که خب حالا بریزن تو خونه شما اسلحه هم داشته باشین، شلیک هم بکنی، 4 تا 5 تاشو بزنی، خب بالاخره اون بقیه میریزن تو رو میکشن. همین اتفاق در ایران افتاد، بله. یکی از همسایه های ما، بله. که ایشون در ارتش کار میکرد، ترسیده بود و وقتی که اوایل انقلاب ریختن طرف منزلشون، که خب البته برای ساواک کار میکرد ولی شکنجهگر نبود، ولی همه که در ساواک کار میکرد که شکنجهگر نبودن، ولی ایشون هم از ترسش چند تا شلیک کرد، به کسی نزد و
ولی با اسلحه شلیک کرد که مثلا مردم فرار کنن، ولی مردم ریختن و ایشونو با چوب و چیز دم در خونه جلوی چش سه تا بچه کوچیکش کشتنش. اینجا میشه همچین اتفاقی بیفته وقتی شما شلیک بکنی، حالا اگرم بکشی 5 تا 6 تا میکشی بقیه میکشن. به نظر من آدم هرچی آرومتر باشه، اگر بریزن تو خونش بگه خب ما مثلا، من دوستای ایرونیمونو میگم، اگر خونه های زیبا دارید که نوش جونتون، هر کسی هر چیزی داره حتما حقشه، ولی اگر آمدن سعی کنید که خیلی دوستانه همه چی رو برگزار کنید. الان هم هوا گرمه، هوا گرمه، تعارف کنید به شربت آلبالوی، شربت بهار نارنج، یه دیگه از این چیزا رو آماده داشته باشین. گرم هوا. نه، بهترین چیز اینه که پول و جواهرات و اینا رو بذاری توی بانک، ولی همیشه یه کوچولو پول 500-600 دلار داشته باشی بهشون بدی. این چیزا که تموم شده و کدوم تموم شده؟ نه، چیز تموم شده، این مسئله تموم شده. بله. من به تو قول میدم که از این خبرهای دیگه تو شیشه شیکوندن مغازه و اینا وجود نخواهد داشت دیگه. این مطمئن باشه. انشالله که کرونا هم به زودی خوبه. خوبه این چیزم، این تظاهرات خوبه، این تظاهرات بدون سر بدون این شیکوندن دن و اینا خیلی خوبه. بسیار خوبه. بذارید توجه داشته باشید که به خاطر همین الان کسی که این پلیسی که این کاری کرده بود از درجه 3 به درجه 2 رسید. به 2 رسید. دیشب بس که گفتم نه 2 بی خودی یک نکن کاری رو گفتم. یک اینه از قبل برنامه ریزی کردید، به 2 رسید و بقیه هم همکار 2 شدند، متوجه؟ به درجه 2. علیرضا جان میگفتن که این آقا قبلا هم، این پلیس قبلا هم این کارو کرده بوده با کس دیگه. اینجوری نه، ولی خب چند تا شکایت داشته. بله، و مثل که یه آشنایی هم با این توی کلابی بله. با هم دیگه کار می‌کردن، چون این آقا مثل این که در یه فیلمای بازی می‌کرده. آقا سیاهه. بله. نه صرف پلیس، نه نه نه، آقا سیاهه. بله. چیز بودن. اسلحه می‌کشیده. اسلحه نمی‌کشته. به من گفتن اسلحه‌شو در می آورد. اسلحه نبوده. فیلم های غیر او پس من بود پورنو استار بوده ایشون، سوپر بازی می کرد. من نمی‌دونستم. من گفتن اسلحه در می آورده، پس من نفهمیده بودم چی میگن. اوکی. بله، پورنو استار بوده، ولی خب حالا اونم کار خودش بوده دیگه، چه میدونم دیگه. سکیوریتی هم بوده. چقدر جواب داشته. آره، سکیوریتی تو کلاب، یه کلابی سکیوریتی میکرده. بابا قد و قوارش دیده بوده چقدر بلند و بزرگ بوده. ولی خداییش من وقتی شما اون صحنه میدیدی، پلیس وقتی زانوشو گشته رو گلوش، دستاش هم گشته بود تو جیبش نشسته. ببینید خیلی باید شما یه آدم بی احساس قسی و باریکلا، همون لغت، خیلی باید اینجوری باشی که همچین کاری بکنی. واقعا انشالله که دیگه از این اتفاقا نیفته. آدم نباید پرجیدس باشه. چه فرقی میکنه که ما چه زبونی حرف بزنیم، چه رنگی باشیم، مال کجا باشیم؟ ما خودمون انقدر در اینجا هی بهمون گفتن شما ایرونیا برگردید مملکت خودتون، به ما بد و بیرا گفتن، ولی ما به رو خودمون نیاوردیم، چون ما میدونیم که ماها خیلی آدمای خوبی هستیم. خب داشتید درباره آدمای خوب صحبت میکردید، درباره کرونا هم که خوب، کرونا که دیگه حل شد، خدا رو شکر دیگه تموم شده. تو ایران که دارن ملت میرن، بعد ما ایران گرفتیم میخندیدیم، بودیم نگاه کن ایران، نگاه کن ملت چطوری دارن توی، خب چه کار کنن؟ گوش کن دیگه، همون تو مترو رو نگاه کن، خجالت بکشین، کارا زشته نکنید. آقا یه رفت دیدیم تو لس آنجلس خودمون ساندویچ گوشت همینطور، همه اینجوری اینجوری. چند روز پیش تکنه کردم دیدم 150,000-200,000 نفر توی داونتاون لس آنجلس چسبیده به هم دیگه. گفتم یا کرونا حل شده مسئلهش، یا اینکه بیردت دیگه قیدشو زدن دیگه. ولی این جمعیتی اینجا که من دارم، بله این جمعیت 100%، خب بالاخره امیدوارم که برای کسی پیش نیاد. ولی در مملکت خودم، خب یادت باشه علیرضا جان، الان بیزنس ها خب خابیده، مردم خابیده. احتیاج حالا در امریکا مردم یادت باشه زیاده. در امریکا و در کانادا بالاخره دولت به همه پول فرستاد. بله. یه مقداری و کمک کرد. مقداری که نه، خیلی مقداری، اسپشیالی برای کسایی که در کانادا زندگی میکنن، کسایی که بیزنسشون بسته شده. امریکا بیشتر پول داده.
امریکا چون عده خوب بیشتره، یاد بیشتر بیشتره. به مردم پول داده. هر آدمی که بیکار هست در آمریکا، بله. بیکاری که به عنوان آن ایمپلویمنت میگیرن و کسانی که W2 میگرفتن، یعنی در واقع تکسشون ازشون کم میشد، مالیاتشون، همه اینها در هفته یه 400 خورده دلار، یه 600 دلار گرفتن. یعنی این از که 4000 دلار نفری ماهی طرف 4200 دلار حدودن در ماه پولی. طرف پول گرفته. حقوق چقدر بوده؟ 2200 دلار مثلا. یعنی 2000 دلار هم اضافه گرفته. 4200 دلار 20000 تومان حساب کنم این چیه دیگه داستان. آره خب بالاخره کمک کردم. ولی مملکت خودمون من فکر نمی کنم که همچین کمکی به کسایی کرده باشه که تو خونه نشستن. اصلا. امیدوارم روزی بشه که این کارم انجام بدن. ما مملکتمون جالبه. تو اینجا سر پیرن دعوا میشد اینا. تو ایران طرف با یه دونه که خانم مسنی بودن فکر کنم اگه اشتباه نکنم، یه خانم سال خورده با کیسه گلابی کیسه گلابیش موتوریه میزنه میره. آخه یعنی ببینید در کجا فاصله کجاست. اینجا میرن تو لوی ویتان دزدی میکنن که اونجا با کیسه گلابی رسیده کار دیگه به جایی. خب یادت باشه وقتی شما احتیاج داری بله. مجبوری چکار بله، میخوای بکنی؟ بله، بله. من حالا داشتم اتفاقا به این فکر میکردم که شما دوستان اگر که من میگفتن که بابا گل نخریم برای کسی که فوت میکنه یا عروسی دارن، من گفتم نه چرا نکنین، بالاخره اون گل فروشی هم باید کارش بگذره، نصف اون پوله رو گل بخرید، نصفش رو کمک کنید به کسی که احتیاج داره. یه مطلبی خوندم که توی صفحه گذاشته بود، اشکان عقیلی گذاشته بود درباره، بعد یه مقشی رو خوندم که نوشته بود طرف که باور نمی کنید که چقدر به بچه هامون باید دروغ بگیم سر خریدن میوه، چون نمیتونیم بگیریم، بگیم مضرات این بیمه چیه، این میوه چی هستش، چیکار چقدر بده، مثلا چه چیزای بدی داره. ببین این خیلی ناراحتم کرد، یعنی واقعا ناراحتم کرد وقتی همچین چیزی رو دادم میشنوه، واقعا ناراحت میشه، دلش درد میگیره که چرا باید اینطور باشه. و ویدو جان ببین، ما داریم توی الان توی آمریکا، شما طوری برنامه ریزی کردن که هر انسانی با یک ساعت کار میتونه توی رستورانای مثل مکدونالدز، مثل برگر کینگ، مثل کارلز جونیور، مثل تاکو بل راحت با یک ساعت کار کردن در روز دو وعده غذا بخوره، نه یه وعده غذا بخوره، یعنی یه وعده غذای خوب بخوره. یعنی شما یک ساعت که کار میکنی بتونی باش یک وعده غذای کامل بخوری و خوب، دو ساعت کار کنی راحت دو وعده رو کل روزتو میتونی غذاتو بخوری و بقیهش رو خرج چیزای دیگه کنی. ما در داخل کشورمون این مسئله نداریم. ما کشورمون کشور ثروتمندیه، ما کشورمون کشور پولداری بوده، همه پولا رفته یا تو کشورهای دیگه خرج شده یا پولامون رفته با دزدیده شده. این اختلاس ها، این مسائل، همه این داستان ها، این دزدی هایی که داره میشه، خب خیلی خوبه الان قوه قضاییه خیلی خوب داره عمل میکنه نسبت به اینا، ولی نمیرن اون دزد اصلیه رو بگیرن. میدونید این دزد خیلی مهمه. تو یه سری هستن میگیریشون بعد میگن آقا شما این کاری کردید، این اختلاس رو کردید، اصلیه رو نمیرن دنبالش. آخه اصلیه که اینا رو بهشون این اجازه رو داده، چرا نمیگیرینشون؟ چرا اونا رو نمیگیری؟ این مسئله هست. نه انشالله یاد میگیرن، چون من طور که نگاه میکنم میبینم که خیلی واقعا پیشرفت و در ایران از لحاظ خیلی چیزا میبینیم، ساختمون سازی، فریوی سازی، نمیدونم چقدر ارتشمون خوبه، چقدر پلیسامون خوبن، چجوری دزدا رو سری میگیرن. خب اینا رو که یاد گرفتیم انجام دادیم، حالا یاد بگیریم مثل اینجا که به بی بضاعت ها کمک میکنن، براشون غذای مجانی دارن، جاهایی دارن که شما بچه‌ها تازه خونه‌هاشون خراب میکنیم. ما الان داستان شده که داره طرف اونیم که رفته یه آدونک واسه خودش درست کرده خونه‌شو خراب میکنیم و طرف از سکته میکنه تو 58 سالگی میمیره. ببین این درده، به خدا درده. خب اگر یاد بگیم علی جان همینه، پس بعد یاد بگیریم که این پولا رو به جایی که جیب خودمون بکنیم، به جایی که برای خودمون که دو تا خونه داریم بکنیم سه تا،
ماهایی که اون بالا نشستیم سعی کنیم کمک کنیم. بابا اینجا الان میبینی که خارج شهرشون بیرون از اینجا ساختمون میسازن، 500 تا آپارتمان، 1000 تا آپارتمان، بعد میان کسایی که میبینن که وضع مالی ندارن اینا رو میشونن تو اونا، بعد اگر که رنت اون آپارتمان برای دیگران مثلا 3000 دلاره به اینا میدن دونه 100 دلار. چرا 100 دلار رو؟ چون میخوان بهشون بگن شما باید کار کنی، یعنی نمیخوان فقط اینا بشینن حتی مفخوری بکنن. مفخوری رو به شما یاد نمیده، به شما میگه شما برای این باید کار کنی. حالا اگر هم شما دیسیبل هستی یعنی مریض هستی، از جای دیگه به شما کمک میکنه که بتونی اون 100 دلار هم بدی. بیایم در رابطه با محله صحبت کنیم که یک محله بسیار شناخته شده هستش در لس آنجلس، محله یعنی محله خوب مطرح حسابی مثل سانتا مونیکا مثلا. شما در سانتا مونیکا قیمت اجاره ها کسی که روز اول نشسته تو اون آپارتمان و قیمت مثلا داره میده ما 600 دلار یا 800 دلار، الان که اون منطقه قیمتش 4000 دلار اجاره هستش، اونی که اون روز داده 800 دلار هنوز داره 800 دلارش رو میده. بله رنت کنترل دارن. بله وقتی بهش میگن کنترل اجاره، رنت کنترل، این کنترل اجاره داره اون محله. و ولی میدونیم بیلدینگ های هم اونجا ساخته شده برای کسایی که بی بضاعت هستن. بله بله دیدم. و رنت های 200 دلاری 100 دلاری بله، برای کسایی دیدن. که پول در منطقه ندارن. بسیار خوب شهر. بله. منطقه خوب شهره. آیا نگران آینده شغلی و تحصیلی فرزندان خود هستید؟ آیا به دنبال آن هستید که آینده فرزندانتان را با تحصیل در بهترین دانشگاه‌ها تضمین کنید؟ ما برای تک تک شما راهکار داریم. مشاورین ما در USVIP گروپ بهترین روش برای مهاجرت و دریافت پذیرش از معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا، کانادا و اروپا را در اختیار شما قرار می‌دهند. شماره تماس 201-949-899-3151. خب بیایم درباره یه خبر خوب براتون دارم از دوستانمون در USVIP گروپ که با اسم USVIP گروپ همتون آشنا هستید. بله. میدونم که چقدر هم استقبال داره میشه، چقدر هم خوبه، کار قشنگی دارید میکنید، کار خوبی انجام میدید. یه خبر خیلی خیلی خوب براتون دارم. این خبر خوب در رابطه با این هست که کسانی که نه اول تو در رابطه بگو اون راه همیشگی رو شما توضیح بده که خوشبختی. راه خوشبختی، راه خوشبختی توضیح بده. نه میدونید علیرضا من داشتم چی فکر میکردم، تماس بگیرید. من داشتم فکر میکردم که ماها همیشه میشینیم اگر پدر مادر کسی گرین کارت داره باید وایسیم 5 سال گرین کارتشون بعد از 5 سال نه اپلای کنن تا سیتیزن بشن، 1-2 سال طول میشه تا سیتیزن بشن، بعد بخوان اپلای کنن تا بچه ها رو بخوان بردارن بیارن امریکا، 10 سال طول میشه. 10 سال طول. یعنی 15 سال اینا باید وایسن. بله. تا بتونن بیان به امریکا که تحصیل کنن. اما USVIP گروپ میتونه خیلی سریع از طریق ویزای تحصیلی شما رو از هر جایی که هستید اسپیشیلی از مملکت خودمون ایران سریع بیاره به امریکا یا کانادا. صدرسه. از طریق ویزای تحصیلی. سلام علی. حالا وقتی صحبت از USVIP گروپ میکنیم باید اینو دربارش گفت که کاری که اینها انجام میدن این دفعه خیلی جالبه. خب به خاطر این پندمیک یا به خاطر همین مثلا کرونا یا کووید 19 بعضی از سفارتخانه ها سفارتهاشون در شهرهای مختلف ممکنه تعطیل باشه. بله. یا اینکه وقتی که بخوام به شما بدن کلی زمان ببره. خبر خوب اینه، بسیارم عالیه. کاری که USVIP گروپ میتونه برای شما بکنه به چه صورتیه؟ شما باشون تماس بگیرید همین الان که ممکنه دیر باشه خورده صبح آمریکا، باشون تماس بگیرید، میگید آقا ما دوست داریم که به این آمریکا یا به کانادا بریم، کدوم شهر رو بهتون میگن یا خود شما انتخاب میکنید، اونو نمیدونم ولی با هم دیگه صحبت کنید، جاهای مختلف رو بهتون پیشنهاد میدن، میگید لس آنجلس. بسیار عالی. کاری که برای شما میکنن اینه که برای شما پذیرش تحصیلیتون رو میگیرن. این خیلی مهمه. پذیرش تحصیل وقتی گرفته میشه شما میتونید آنلاین شروع کنید به درس خوندن. چطوری؟ یعنی زمانی که اینا پذیرش براتون میگیرن شما دیگه میشید عضوی از اون دانشگاه. وقتی وارد اون دانشگاه عضوی از اون دانشگاه شدید خود به خود شما اسمتون اونجا ثبت میشه، شروع میکنید درس خوندن.
کلاساتون رو برمیدارید آنلاین و بعد وقتی که آنلاین بردارید بذارید دانشگاه خودم صحبت کنم. UCLA شما آنلاین استودنت UCLA میشید، درسته؟ دو ماه دیگه یا سه ماه دیگه وقت شماست که به سفارتخونه برید، وقت بهتون میدن دیگه، میرید سفارتخونه نشون میدید که شما برای تحصیل دارید میخواید برید به آمریکا یا میخواید برید به کانادا، پس این پروسه زودتر انجام میشه برای شما، ویزای شما زودتر گرفته میشه و بعدم یه هست بزرگی که اینجا داره برای شما این هستش که همونطور که باز دوباره گفتم نشون میده برای کار دیگه نمیخواید برید، دارید برید برای تحصیل، برای ادامه تحصیلتون و در اونجاست که شما به این موقعیت دارید دست بیابید که قشنگ راحت بهتون ویزاتون رو با سرعت بیشتری بدن، بهش میگن اکسپدایت، اکسپدایت تر میشه ویزاتون، اکسپدایت پیدا میکنه، زودتر دریافت میکنید ویزا رو و در ضمن هم نشستید بیکار. سه ماه از وقت از اون دانشگاهی که باید درس میخوندید سه ماه جلو افتادید. بله. و میتونید بقیهش رو بیاید در انشالله در آمریکا یا در کانادا و ادامه تحصیلاتتون اینجا بکنید. در میان تمام این کارهایی که میکنید سوالات دیگه هم اگر دارید از دوستان ما در USVIP گروپ بکنید، حتما حتما بهتون کمک خواهند کرد، بهتون اطلاع میدن چه برای اسکان چه برای اینکه کجا اگه کار میتونن رشته شما کار میشه براتون گرفت یا کار نمیشه گرفت، چقدر هزینه های دیگه دارید، همه اینها رو میتونن بهتون کمک کنن. و تا به امروز اینو خوشحال هستم که هیچ کسی با ما تماس نگرفته و ناراحت یا ناراضی باشه. این یه بخش خوشحال کننده هستش برای من که خب همیشه میونه ممکنه مثلا 5000 نفر یه نفر بالاخره یه مشکلی براش پیش بیاد، نه همه راضی هم، ولی تا این لحظه هیچ مشکلی نبوده. خدا رو شکر تماس بگیرید با USVIP گروپ و مطمئنن هم این دوستان میتونن به شما کمک کنن. از همین الان بشین پای کامپیوتر درساتون رو بخورید ببینم چی میگیرید نمره، بریم سراغ، بریم 20 تا انشالله بگیرید دیگه. آیا نگران آینده شغلی و تحصیلی فرزندان خود هستید؟ آیا به دنبال آن هستید که آینده فرزندانتان را با تحصیل در بهترین دانشگاه‌ها تضمین کنید؟ ما برای تک تک شما راهکار داریم. مشاورین ما در USVIP گروپ بهترین روش برای مهاجرت و دریافت پذیرش از معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا، کانادا و اروپا را در اختیار شما قرار می‌دهند. شماره تماس 201-949-899-3151. بله خیلی هم جالب، بریم برگردیم با شما خواهیم بود. خواهش. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. خب البته این کرونایی زیادم بد نیست یه جاهایی ها. تو خود جو بردم این که مچ میکنی اینجوری مچ میکردن هی چند تا بگه از یکیشون دو تا ستایی ماچی 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 کرد، اینش خوب شد که حالا دیگه این ستا ماچی از بین رفته. آره اسپشیلی اینایی که از مملکت نازنین خودمون میامدن هی ماچ ماچ ماچ، من بلد نبودم به ستا و یه دو تایی میامدم یکی دیگه قرار بیاد جلو. آها. ولی خب این ماچه از بین رفته. آره. این ماچه یه ذره چیز شد که ماچو پاچا یه ذره از بین بره. حالا یکی از دوستان هرچی میگم جواب میدی مچ مچ میگه یکی از دوستانم میگفتش که همسرم گفته که وقتی که این کرونا از بین بره من میخوام همه رو ماچ کنم، از سر خیابون میرم همسایه رو ماچ میکنم تا تای خیابون. رفتنی نیست کرونا، اینو باید توجه همه داشته باشه، بخشی از زندگی ما شده کرونا. آره کرونا دیگه بخشی از زندگی ماست، حالا باید باهاش روبرو شد که چجوری چطوری باید باش درست زندگی باره دیگه، باید چجوری باش زندگی کنیم، ولی بخشی از زندگی ماست مثل آنفولانزا و سرماخوردگی. آره دیگه اونجوریه، فقط باید درست شد و انشالله خفیفتر میشه مورد شورش ببرن. بفرمایید. بله. خب بریم سراغ اینکه بریم به برزیل. یه مجسمه تو برزیل هستش خیلی جالبه، یک مرد پدری و یه پسری رو دستش گرفته، روز پدر در آمریکا هم نزدیکه و پسر گرفته و بعد خیلی جالبه
مجسمه پدر هست و بعد سوراخ سوراخ پدر، سوراخ های زوزنقه ای از توش در آوردن و این سوراخ های زوزنقه ای که از توی پدر در آمده بچه رو به وجود آورده و بغل هم دیگه. آره خیلی جاله. حرف آره توش خیلی حرفه و بسیار قشنگه این. بیوتیفول باریکلا. آره بسیار قشنگه و دیدنی هستش. اینو در برزیله و زمان خوبیه، زمان خوبی هستش چون روز پدره. میدونی پدرها بدبخت ها همیشه یا شورت میگیرن هدیه یا کروات یا زیر پیرنی. حالا ببخشید مثلا مادرها چی میگیرن؟ ماشینای رولز رویز میگیرن؟ مادرها همیشه کادوهاشون زیاده، مادر کادو زیاده، پدره همیشه پدرها جورابه و یا جورابه یا شورته یا خیلی دیگه محبت باشه کرواته. بعد از اوت کلون رو میدونی از اینا پدرم میاد که واسه کسی اوت کلون بگیره. چرا؟ من اصلا دوست دارم چون کسی که نمیدونه من چی میزنم. بعد یه چی میاره اتفاقا همه میدونن همه چه اوت کلون میزنن. بچه های آدم میدونن آدم چه اوت کلون یا چه پرفیوم میزنه. نه مال من نمیدونم، بچه هم میدونن. خب شما بپرس اگه خواستی کادو بخری من به شما بگم چی میزنم. باشه. یه وقتی دستت رفت روز پدره به تو چه رفتی داره؟ خب شما روز مادر بود کادو خریدی؟ نه بس چی باید کادو بسید بگیرم؟ شما که مادر من نیستی باری کلا. شما که ننه من نیستی که ننه ما نیستی که آخه روز مادر یا روز پدر دی همه برای هم دیگه هی میفرستن هپی مادرز دی. بعد من برای حسین مجید فرستادم نوشتی هپی فادرز دی. مادرز دی برای حسین مجید فرستادی مادرز دی. خب اولا که بچه‌هاش همسرش رو از دست داده فوت کرده. بعد دومی که مادر خوبیه، یعنی نه مثل مادر خوبی، مادر خوب یعنی مادر خوبی، ولی باز مادر شما که نیست که. نه باشه من به عنوان اینکه تنها بود و اینا براش زدم هپی مادر. ولی عقیده دارین که برای کسی که مثلا چیزو بنویسین مادرز دی اشکال نمیبینه؟ من بازی ها زیاد دوست ندارم کلا. آره. از این جور کارا خوشم نمیاد. نه میدونم. آره یه دفعه 40 نفر بهم یه ولنتاین تبریک، ولنتاین تبریک گفتن نده به 40 نفر آدم، ولنتاین به کسی میگی که باهاش دوست داری. اونو من عقیده دارم. آره داری ولنتاین تبریک میگی. آره یو تانکسگیوینگ آقا با تو چه معبود تانکسگیوینگ تبریک میگی؟ حالا ما تو آمریکا داریم زندگی می‌کنیم ولی بازم اینکه به طرف های میزنی همه شروع میکنن. از این چیزا بدم میاد، گروپ ها. یا اینکه یکی درست کرده کلی واسه همه همونو هی میزنه هپی تانکسگیوینگ، بعد تو بعد جوابشو مثلا طولانی بدی. نه طولانی نه، تو هم میزنی هپی تانکسگیوینگ بدم میاد وا. نه اصولا بعدش میاد دیگه که اگه یکی مریض باشه دم مرگ باشه مثلا زنگ نمیزنه بپرسه زنده ای مرده ای. نه به من گفتن تو زنده هستی سرما خوردی. گفتم کرونا اینا، زنگ زدم به دکتر کارندیش گفتم تو با تلفن کردن امکان داره یه خودم مریض بشه اگه اون طرف داشته باشه. این مثل اون کوسه است که چون یه بچه بوده یه تو آب یه کوسه دیده دیگه تو آب نمیره، شنیده من سرفه کردم دیگه اصلا زنگ نزده پرسه بابا تو کرونا گرفتی زنده ای مرده ای؟ نه میدونستم کرونا نگرفتی. از کجا میدونستی؟ من گفتم به نادر گفتم این نمیخواد بیاد، فکر کنم راش دوره. نه اصلا همچین چیزی من اصلا میدونی که اصلا آدم تنبلی نه در درایو کردنم نه در هیچی. آره. ولی وقتی آدم سرفه میکنه اتفاقا بهت بگم وقتی میری چقدر جالبه که قسمتی که میری وقتی مریض هستی چقدر توی بیمارستان ها یا کلینیکا بهت میرسن. اولا من دستکش دستم بود و ماسکی که زده بودم وقتی رسیدم گفتن هم دستکشت هم ماسکت رو باید همونجا بندازی دور چون بهت یه تازه میدن، حتی نمیذارن تو دستکش و ماسک خودتو ببری تو. وقتی بعد میندازی دور دستکش و ماسک تازه میدن، بعد سوال میکنن که پرابلمات چیه. همینجوری نمیتونی بری بگی من میخوام فقط یه تست کرونا بکنم. این تستی که انجام میدن برای کسی که یه ذره شک دارن بهش. چه تستی بود؟ این خب من میدونی که یه سه روزی بود سرفه خیلی شدید، من اصلا نمیتونستم صحبت کنم، یعنی تو حرف میزدم سرفه بد میکردم. نه این که اینجوری نبود. نه بعد وقتی رفتم دکتر من معاینه کرد، اول از لانگم ریم یه دونه عکس گرفت، بعد سریع دو تا سیخ انقدی به کجا این... که؟ به این بلندی داخل بینی میکنن تا این ته میسوزه علیرضا. و یکی این بر یکی این بر، بعد از 48 ساعت بهت زنگ میزنن میگن کرونا داری یا نه. سیخ
تو سر تا این بالا سر نرم بود سیخاش نرمه خیلی باریکه نرمه یعنی منظور تا شوه چون تا اونقدر که نمیره تو مغز بعد اینجوری بره پایین مثلا نه دیگه صاف بود صاف میره تا این بالا آها اینقدره بعد میسوزه ولی خب 48 ساعت بعدم زنگ زدم از بیمارستان گفتن که خوشبختانه شما کرونا نداری شما یه آلرژی داری به یه کسی و ممکنه که این آلرژی باعث مرگت بشه آره و میسوزن بله خیلی هم میسوزه خیلی داشتی در رابطه با این مسئله صحبت میکردی که آدم ها خدا رو شکر کردی اول برنامه گفتی خدا رو شکر کرده بودم اینا یه چیزی جالب دیدم یک تصویر جالب دیدم از یک پسری که قدم راه نمیتونه بره از کمر به پایین فلج هستش متاسفانه و این پسر اومده یک اسکیت بورد درست کرده زیر صندلی چرخدارش که با این نگاه بکنی میبینی با این اسکیت بورد خیلی راحت و با صندلی چرخدار حرکت میکنه و تو خیابونا با این میره و خیلی هم خیلی آره خیلی هم جالب و قشنگ این نشون میده که انسان ها هر کاری رو دلشون بخواد یعنی مایوس نیست آفرین امیدوار بله. امید شما امید داشته باش مثبت باش بله در زندگی همیشه پیشرفت میکنی موافق هستم بریم سراغ یه خانمی که در سال 2015 مارچ 2015 اسم خانم کلیه این خانم کلی در مارچ 2015 از پله میفته پایین آخه از پله چند پله میفته پایین و سکته خاص یه سکته خاصی برای ستون فقرات میکنه این من نشده بودم تا حالا بهش میگن spinal stroke این یه چیز خاصه آره spinal stroke یا همون سکته ستون فقراتی آره ایشون سکته بوده و فلج میشه فلج میشه چهار تا بچه داشته و 14 سال با شوهرش ازدواج کرده بوده شوهر طلاق میخواد میگه آقا من میخوام طلاق بدم خدا حافظ شوهر خوبی باهوشی بوده بعد خلاصه این شوهرها رو باید نگه داشت بله بله بوسید خلاصه بعد خودش رو جدا میشه و طلاق میگیره و میره و از این حرفا اینا این خانم شروع میکنه به حرکت دادن بدنش سعی میکنه که این کار کنه و بعد با یک آقایی که به نام کیت میسن این آقای کیت میسن اینا اولا در کانادا زندگی میکنن در هالیفاکس غرب یورکشایر اونجا زندگی میکنن و بعد اینا شروع میکنه این آقای کیت این رو باهاش کار دادن ورزش کردن آره دیگه تراپیستش بوده باهاش کار میکرده و این خانم الان یه تصویر ازش داریم که تازگیش هم نیست الان بهتر از این تصویره که داره شروع میکنه حرکت کردن
بالا پایی میتونه بپره و میگن که این یکی از دلایلش عشقیه که به این آقای کیت پیدا کرده و آقای کیت و این الان با هم یه رابطه احساسی هم پیدا کردن و دیگه با هم هم زندگی میکنن. یعنی ببین عشق چیکار میتونه بکنه؟ آره. همونطور که تنفر چیکارا میتونه بکنه. آره. ببین چه میکنه. کیت آره. کیت میسن و خانم کلی الان بالاخره با هم دیگه آخه That's nice. ولی عشق خیلی قشنگ تره از همه چی، واقعا از همه چی. یاره دیگه این بهش بگن unconditional love، عشقی که هیچ دلیل و هیچ چیزی نداره، چرایی توش نیست که طرف قبول میکنه با یه همچین خانومی این رابطه به وجود بیاد و خانوم هم به خاطر این عشق با این آقا. آقا هم آدم خوشتیپیه، قهرمان راگبی بوده، اون چه انسان خوبیه که داره به این خوب بودن چقدر قشنگ و خوبه. خیلی بسیار. خوبه. آره. خیلی زیباست. ولی خب این دختر، این خانم هم زیاد سن زیادی نداره، اینم سنش کم هستش. آره حیبونی، خب براش پیش آره. اومده دیگه. کیت 35 سالشه. آره. خیلی جوانه. آره پسره. دخترم هست که 38 سالشه اینطوره. جوانه. هر دو جوانه. آره. شما سعی کنی که وقت از پله نیفتی ولی. چون آره باز چه به من بانگ کرد؟ نه تو فکر بودم که کسی که بخواد بیاد به شما تراپی بده اون دیگه خودشون دنیا رفته، اون بعد بیاد صد دریا رو بذاری کنار، واکر رو میذاری کنار، یه خواه بری. نه من پله نمیام. داشتیم راجع به رژیم صحبت میکردیم با یکی از دوستانم، هی میگفتش که با یکی دیگه داشتم صحبت کردم گفته نمیدونم اینو بخور اون آبو بخور، یه گفتم نه با بهترین نشینی که مثل علیرضا، گفته من خیلی تو رو مثال میزنم، هی شکر نمیخوره دیگه، شکر نخور، اینو نخور، اونو نخور، وزنت میاد کم پایین. گفت راست میگه اینا، خب خوبه اینا در همین چیز که داشت، برنج، پاستا، آره اینا رو هی داشتم میگفتم، ورزش خیلی خوبه ولی شکر خیلی چیز بدی، یاد باشه عزیز شکر واقعا چیز بدی. هم که داشتم ساعت کم، بعد یهو دیدم که یه دونه از این چیزای بستنی اومد رو میز، گفتم این چیه؟ گفت خب این برای اینه که غذا وقتی میخوری باید یه چیزی بخوری که این غذای حذف شه. گفتم بستنی شکر داره. گفتش که خب نه حالا یه چقدر کالری داره؟ آخه بستنی داره. هر کسی با چه چیزی میره جلو. من از این بستنیای مینی گاهی وقتا میخورم. چرا بخواد که مثلا نگاه میکنم 120 کالری داره و بدنم شکر رو لازم داره، نه اینکه اصلا نمیتونی نباید اصلا بخوری، 120 کالری داره، بعد من نگاه میکنم میگم خب 120 کالری داره، من چقدر کالری سوزوندم یا چیکار کردم، خب اینو میخورم. ولی باید مواظب باشی مثلا با چاییت شکر نخوری، چیزی که نیازی نداری به شکر نباید بخوری. ولی پس یه ذره بستنی رو میخوری؟ یه ذره بستنی که نگاه میکنم چه اندازه باشه، مثلا مینی ها از این کوچیکا که وجود داره با اونا رو مثلا 120 کالری دیگه. پس حتما اگر اون دوستایی که شما میگن هم برای بجاش به جای شما باید 1000 کالری بسوزونی دیگه در روز. آره دیگه اگر شما روزی 1000 کالری در روز بسوزونی میتونی سر 20 سر 20 کالری هم بخوری. آره راه رفتن دیگه، راه رفتن به نظر من بهتره، ورزش بهتره. من هر روز راه میرم، دیروز داشتم راه میرفتم پلیس اومد گفتش که نمیتونی راه بری دیگه، راه نمیتونی بری. نه دیگه نمیدونستم. آره محله ما ولی خدا رو شکر دیگه اینا رو برداشتن و میتونی راه بری دیگه، مشکلی نداریم ما. مال ما چهار بعد از شما به ویلی هیلزی هستین دیگه. صحبت از ساعت جدید بیم، یکی از کمپانی‌های بزرگ هیوبلو که خیلی هم معروفه، کمپانی هیوبلو اومده یه ساعت جدید داده بیرون که نمیدونم آیا مثلا برای هیوبلو همچین ساعتی باید همچین ساعتی بیاد بیرون ازش، چون توقع مردم از هیوبلو همون شکل قدیمیه، ولی این به نام بیگ بنگه و این همون حالت اسکرین داره و خیلی هم سر صدا کرده، خیلی هم صحبتش میکنن. چرا فکر میکنی ولی... نباید شبیه قدیمی؟ چون به نظر چیز جدید و جالب خب به نظر من خب دیدن اپل واچ خب اون یه همونه، وقتی هیوبلو بیاد مثل اپل واچ ساعت درست کنه شاید یه خود از اون کلاسش در بیادش، حالا بستگی داره که این قیمتش چقدره، ولی مطمئنا قیمتش هم قیمتش کمی نخواهد بود و گرونه، ولی خب این بیگ بنگ ساعت جدید هیوبلوه.
من نمیدونم با این بیکاری و این چیز چه عجب این فروشگاه ها همه ماشاءالله میگفتن که دمش مردم صف کشیدن خرید کنن، من نمیدونم چه خبره ولی من امیدوارم که این کارا رو بکنن، میدونی علی، چون همین چیزا باعث میشه که بیزنس ها دوباره را بیفته، این منو خوشحال میکنه، مردم برن منیکور پدیکور، مردم برن آرایشگاه، مردم برن لباس بخرن، مردم برن گل بخرن. من میگم آدم باید همه کار باید بکنه، دست همدیگه رو بگیره تا همه چی دوباره شروع بشه. درسته، حتی در مملکت خودمون اون که شروع شده، الان جیما هم باز کردن، ولی خب مردم کم میرن، مثلا کسی میرن آره این باشگاه ورزشی باز شده، ولی آیا مردم میرن یا نه هستش. لاس وگاس داره باز میشه اما مردم میرن یا نمیرنه. آیا مردم اونایی که دوست دارن میرن یه مقداری، خب دیدی که مثلا از این چیزا زدن که هر کی میخواد بازی کنه، ببین اونی که عشق بازی کردن داره میره. آره ولی ببین همون مثلا اونی که عشق بازی کردن داره، یه حرف قشنگی دکتر کارندیش زد، گفت نان رو به جان خریدن بعضی ها یا کشورها، دارن حساب میکنن که پول در بیارن، واسه همین خب درا رو باز میکنن. اما اینکه شما یه چیزی که مجبور نیستی انجام بدی، نباید انجام بدی. آقا کنسرت نیازی نیست بری. نه چرا؟ وای نات؟ نه الان وقتی کارا نیست. چرا نیست؟ سینما الان وقتش شما سینما باید. چرا نه؟ من میگم من اگه همه چی شروع بشه مردم نمیشه. اگر تو قراره وقتی میشینی وقتی ماسکتو میزنی، حداقلش میدونی چیه؟ حداقلش همون 3 ساعتی که شما رفتی بیمارستان دو تا سیخ انقدی کردن تو دماغت، درسته؟ حداقلش اون خواهد بود برای شما، برای یه آدمی که یک شب بره بیرون بدون اینکه نیاز داشته باشه، دلیلی داشته باشه. متوجهی؟ من خودم تو فکرش بودم که مثلا خب حالا چیکار، چی اتفاقی میفته، چی میشه، ولی حد یه سری آدما به خصوص یه سن خاصی، یعنی به خصوص بالای 60 سال اصلا نباید ریسکی بکنن. خب تو فکر میکنی ببخشید کسایی که میرن کنسرت، که آدمای 80 ساله که نمیره کنسرت علی جان، همه جوونن و همه بیشتر مور هلتی. اولا نه، اونا جست جوونا رو میان، ولی جوونای ما که یا حسابش بکنی کنسرت، مثلا کنسرتی امروز کنسرت خانم لیدی گاگا باشه، درسته اونایی که میرن جوون هستن، ولی توجه به این داشته باش که همین داستان و همین اتفاق تو همین اتفاق ایتالیا رو بدبخت کرد. یک مسابقه فوتبال ایتالیا رو بدبخت کرد، یعنی رفتن یک مسابقه فوتبال 30,000 نفر زیر یک سقف ایتالیا رو ببینیم به کجا رسوند. خب اون موقع نمیدونستن اینجوری، الان هم که میدونن که هنوز اتفاقی نیفتاده، که هنوز نیامدن واکسنی به وجود بیاد، پس باید بهش توجه داشته خب نه. باشید. اون موقع مردم ماسک نمیزدن، اون موقع مردم دست نمیشستن. ماسک برای این نیست که نگیری، ماسک برای اینه که ندی. خیلی خوب، خب وقتی همه داشته باشن نمیدن به هم دیگه. موضوع همونه، ولی اگه شما دستت آلوده باشه میتونی، حتی از چشمم الان میشه، من یه دونه از این گاگلا بذاریم به چشممون، یه ماسک به دهنمون، دوتا چوب پنبه تو گوشمون. نه از گوشت که نمیگی عزیزه، ولی میتونی یه چیز از این پلاستیک ها بله بزنی. اینو من دوست دارم برای بس سینما بریم، نادر حاضر شو سینما میریم یکی یه دونه از این ماسکا صورت. نه اولا همه جا رو نشون میداد دارن تمیز میکنن، بعدم تو اگه قرار باشه بشینی صندلی، 3 تا صندلی اونورتر کسی دیگه بشینه، چه اشکالی داره؟ وقتی بدونی همه جا تمیزه، اگر که خودت هم از این چیزای الکلی ببری بزنی بشینی فیلم رو ببینی، هم ساپورت میکنی هنرپیشه رو، هم ساپورت میکنی کسی که سینما نیست. الان وقتش نیست، اصلا الان وقتش نیست. حالا ماه دیگه، ولی بالاخره باید شروع شه. بالاخره نمیشه اینقدر تو خونه بشینی. زمانی باید شروع بشه که پزشکا میگن باید شروع بشه. نه زمانی که پزشکا میگن باید شروع بشه، صحبتی که من با پزشکایی که این کاره هستن من دارم میکنم، خب نسبت به شما وقت بیشتری دارم میذارم نسبت به این در رابطه با این مسئله، از جمله مثل شخصی مثل دکتر کارندیش عزیز که در هم محققه هم در دانشگاه ماونت ساینای هستش که یکی از بزرگترین مراکز در آمریکا محسوب میشه، ایشون میگه حداقل تا پایان 2020 روش حساب نکنید. میگه اصلا تا پایان 2020 روش هیچ گونه حساب نکنید. خب
این یک واقعیت قربوت ما دیگه تو 6 ماه گذشته، حالا 6 ماه دیگه تا که بعد 6 ماه برای همین باید اونجوری فکر بکنیم. آره خب خیلی جاها و خیلی از کشورها میدونی خیلی از کشورها دارن مرزهای خودشون رو از اول جولای باز میکنن. سوئد میدونی که 2 هفته دیگه مرزشو داره 15 جون. بله من صحبت کردم از 15 جون مرزشو قرار باز بکنه. هنوز 100% نگفتم و تا 1-2 روز آینده مشخص میشه. ولی بریم سراغ دانمارک. دانمارک تغییرش داده به اول آگست، برای همین اونم باز دوباره یه چیز جلو کشوری که چسبیده به سوئد. آره آخه سوئد از اولم یادت باشه باز بود، از اولم نه با کرونا دیدش یه جور دیگه بود، باز رفتار کرد دیگه. باز رفتار کرد، ماسک نمی زدند. خب البته به خاطر بیمارستاناش، به خاطر کارهایی که میکنن، اون اصلا یه جور دیگه یه چیز میکردن. کار اشتباهی بود به نظر من، برای همین خب. بیشترین تلفات رو نسبت به کشورهای اسکاندیناوی سوئد داد. ولی خب عقیدهشون یه چیز دیگه است. کلن عقیدهشون یه چیز دیگه است، ولی بیشترین تلفات در میان کشورهای اسکاندیناوی چندین برابر نسبت به بعضی از کشورهای اسکاندیناوی سوئد از بین رفتن توش. ولی اونا میگن آدم باید بگیره که این آره، ولی باز دوباره صحبت از بیماری میکنیم خانم ویدا، که اینو وقتی میگیری این نیست که دیگه نمیگیری. این آبل مرغون نیست. آره این دوباره میتونی بگیری، خفیفترش میگیری ولی دوباره میتونی بگیری. ولی میگن بدنت باش فایت خواهد کرد وقتی میگیری. فعلا 2000 خورده 93. والا من اگه اینو میگم میدونی که من هم پسرم کرونا گرفت، هم عروسم واقعا؟ هم نوام. بله بله، من پسرم، نوه کوچیکم، عروسم و مادر عروسم همه با هم کرونا گرفتن. بله هر چی شدن خدا رو شکر الان همشون خوبن. هنوز پسرم یه مقداری داره، پسرم شدیدتر گرفت. آره بابا. آره دیگه خب اونا سوئدن، عروس من سوئدیه، بچه سوئد، بچه 8 ماهه گرفته. بچه 8 ماهه کرونا گرفته بود. بله. چی آره. شد؟ اوکی، در اوکی. خدا رو شکر. آره. ولی خب اونا عقیده‌شون اینه دیگه. یعنی میگن در سوئد کسی چیز نمی‌کنه، ولی خب به قول تو حالا خیلی هم از بین رفتن. ولی آره بالای 2000 نفر. بله. ولی میگن کسایی از بین میرن که مریضی دارن. چیزی که اینجام همینو میگن دیگه. حالا انشالله که اینم از بین بره. آره. تنها سازه قابل انتقال سند مالکیت به خارجی برای بزرگ راه شیخ زاگه. آیکون تاورز، برنده جایزه زیباترین طراحی ساختمان جهان. فول فرنیش با استاندارد هایتس، تأمین اقساط از اجاره، حداقل 3 برابر افزایش قیمت طی دوره تحویل به دلیل منحصر به فرد بودن لوکیشن. ثبت نام حتی از ایران به صورت ریالی. دمک لیف دی لوکسری. سراغ دوستانمون در کمپانی شناخته شده و مطرح دماک. بله. کمپانی دماک که یکی از مطرح ترین و معروف ترین کمپانی های ساختمان سازی در امارات متحده عربی هستش، برای شما یک آفر بی‌نظیری داره. اون هم یک ساختمان هاییست، یک مجموعه است تحت عنوان آیکون تاورز یا آیکون تاورز. خب آمریکایی‌ها بهش میگن آیکون و به نام آیکون تاورز این مجموعه هست در روی خیابان شیخ زاید رود، که برای اولین بار در شیخ زاید رود شما میتونید صاحب 100% یک مجموعه باشید، یک آپارتمان باشید. و خیلی خوبه، من موافق این هستم که هر انسانی یک خونه دومی در جای دیگه داشته باشه. خیلی خوبه اگه بتونی داشته باشی، فکر بی‌نظیر خوبیه، به خصوص 100% به خصوص در امارات متحده عربی، در دبی جای خوبیه، جایی هستش که شما با خیال راحت میتونید اونجا وقتی خریداری میکنید، دولت دیگه الان حسابی حمایت میکنه شما رو، میتونید برید یک جایی رو بگیرید که مطمئنا قیمتش بالا میره، چون محله بی‌نظیر و خوبیه و شما میشید جزو تنها کسانی که بر روی شیخ زاید رود میتونید این صاحب خونه باشید و صاحب اون خونه خودتون باشید. فقط این هستشه، بسیار با برندهای بزرگ کار میکنن و از برندهای مطرح و معروف از جمله دالچه گابانا، نمیدونم ورساچی، از همه اینها استفاده شده.
که در اونجا بتونید انتخاب شما براتون درست میکنن، اونجا رو آماده میکنن و میرید. خیلی هم تسهیلات زیادی داره، تسهیلات بی‌اندازه. هیچی بهتر از این نیست که آدم بتونه همیشه پراپرتی داشته باشه در هر جای. خانه دوم، خانه دوم به نظر من خوبه. و عزیزانی که در داخل کشور هستن، در ایران هستن، در آمریکا هستن، میتونن در کانادا هر جایی این برن این خونه ها، این آپارتمان ها رو بگیره، خریداری کنید و به عنوان خانه دوم خودتون داشته باشید. من همیشه اینو میگم، امیدوارم کشور ما طوری باشه که کسی نخواد برای همیشه مهاجرت کنه و ازش بره بیرون. نخواد کسی بخواد بره درسشو بخونه و بعد در اون کشوری که درس خونده یا بوده باندگار بشه به خاطر اینکه جایی در کشور خودش نداشته باشه. امیدوارم هر کسی هر جایی که میره، چه میاد با USVIP گروپ در آمریکا برای تحصیلات در کانادا، دوباره موقعیتش باشه که بتونه برگرده، حالا گرین کارت بگیره چرا که نه، سیتیزن بشه چرا که نه. ما کشورمون دو سیتیزنشیپی رو مشکل نداره باشه، بتونه برگرده به کشورش و خدمت کنه، بتونه خدمت کنه. و همینطور هم برای خونه با داماک تماس بگیرید 100%. برای خودتون مطمئنن من فکر کنم از خیلی جاهای دیگه هم سیفتره، هم خیالتون راحتره. و این روزم که دبی بسیار زیبا و قشنگه، خیلی قشنگه. انشالله که به زودی ما میریم اونجا یه پراپرتی میخریم. بار دیگه چرا که نه، داماک دیگه نمبر وان دیگه. تنها سازه قابل انتقال سند مالکیت به خارجی برای بزرگ راه شیخ زاگه، آیکون تاورز، برنده جایزه زیباترین طراحی ساختمان جهان، فول فرنیش با استاندارد هایتس، تأمین اقساط از اجاره، حداقل 3 برابر افزایش قیمت طی دوره تحویل به دلیل منحصر به فرد بودن لوکیشن، ثبت نام حتی از ایران به صورت ریالی. دماک لیف دی لوکسری. سعی میکنیم با USVIP گروپ بیایم به امریکا و کانادا تحصیل کنیم، با داماک هم که میریم خونه میخریم و میریم اونجا استراحت میکنیم. و اگر وام بسیار خوبم میخواید، به زودی زود در مورد کامرشال وام هست که دوستان ما قراره بایشون به زودی کار بکنیم. انشالله نکست ویک در موردش صحبت خواهیم کرد، هفته آینده. حالا انشالله نمیدونم وقت داریم یا وقت نه داریم. داشتم یک برنامه رو میدیدم از یه پسر 13 ساله که مال شهر اردبیل در یک برنامه داشت میخوند. علیرضا نمیدونی چقدر زیبا میخونی پسر 13 ساله. گفتم باریکلا آذری میخوند یا ترکی میخوند یا فارسی میخوند اینقدر زیبا میخوند. گفتم باری که الان ما خودمون اینجا میشینیم برنامه ها رو نگاه میکنیم، بعضی اینا میان تو این شعا میخونن، تو شعای امریکایی ما میگیم به، ولی نگاه کردم چقدر زیبا باری که الان واقعا. من اتفاقا اسمشون نشتم پارسا خائف. خائف؟ خائف باری که الان اف از فرانک خائف؟ بله. آها نمیدونم پارسا تو درست پارسا جون درست انشالله میگی. که به بهترین ها برسیم. وقتی رئیس مجلس دیگه اشتباه میگه مصاحبه، تو هم اگه اشتباه میگه فامیلا رو اشکال ندارم. نه من اف رو مخصوصا گفتم که بدونی اف از فرانک. آره اوکی باشه. بسیارم عالی، خیلی هم خوبه. حالا درباره پارسا صحبت کردی، اینم بسات بگم، این خانم سروشگاه وقتی یه چیزایی میذاره آدم جالبه، کاراش کارهای جالبی انجام میده. الان این روزا هم دنبال یه رادیو اینترنتی به نام قاصدک که انشالله موفق باشه در کارش. انشالله. بعد دیدم یه کسی گذاشته با آکاردئون روی بند داره طرف آکاردئون میزنه و رو بندم را میره، بند بازی با آکاردئون. خیلی هم قشنگه. بسیار عالی. اینم نگاه میکنیم و با این از شما خداحافظی میکنیم تا وقتی دیگر، برنامه دیگر. بله خدا نگهدار، انشالله همیشه سالم باشی. انشالله.